وقتی نگاه میکنیم به گذشته، من خاطرم میاد سال 79-80 موقعی که ما داشتیم سازمان بینسازی مصرف سوخت رو تأسیس میکردیم و الان از اون تاریخ بود 20 سال گذشته. آیا تو این 20 سال ما موفق بودیم تو کاهش مصرف سوخت؟ خب توی حوزه هایی حتی من میتونم بگم شاید تو طولانی مدت هم نمیتونیم فکر کنیم که مثلا قیمت بنزین یا قیمت مواد سوختی دیگر ما بتونیم تو ایران خیلی ببریم بالا. خب راهش چیه برای اینکه بتونیم این کاهش رو بالاخره پیاده سازی کنیم؟ چون با این وضعیتی که داریم شما تو همین ایام تاسوعا عاشورا مصرف بنزین کشور 120 میلیون لیتر در روز رو رد کرده. این عدد فکر میکنم یه عددیه که مثلا کل اروپا رو هم نگاه بکنید شاید یه چیزی معادل این یا یه مقدار بیشتر از این باشه. قابلیت تحمل نداره کشور وضعیت فعلی رو. مگه ما مثلا چند تا فاز دیگه میتونیم مثلا تو پاس جنوبی اضافه بکنیم یا چه اتفاقی میتونیم تو گاز بیفته؟ و از اون برم که رو قیمت شما نمیتونیم فشار بیاره و چجوری میخواین در واقع تکنولوژی جدید رو توسعه بدین؟ ما باید راه‌حل‌های بومیمون رو با توجه به شرایط فعلی بهش نگاه بکنیم، اینقدرم گیر ندیم به قیمت سوخت. میتونیم روش‌هایی رو پیدا بکنیم برای اینکه تکنولوژی رو تجاری و اقتصادی بکنیم. به غیر از بحث‌های در واقع استانداردها که باید همیشه آپدیت بشه، همیشه روش نظارت بشه، کارهای خوبی تو صنعت تو بحث شدت مصرف تو صنایع بزرگ اتفاق افتاد و الان صنایع بزرگ ما صنایع پولداری هم هستن، مخصوصا اونایی که تو حوزه‌های معدنی دارن کار میکنن مثل فولادسازی ها، سیمان یا بقیه، صنایع پولداری هم. براشون تغییر شاید ریل یا تغییر در واقع تکنولوژی خیلی هزینه‌هاش براشون چیز عجیب غریبی نیست که بخوام بذارم.